شوال ماه عظیمی است برای مداومت بعد از رمضان در طاعات و عبادات می باشد و هر کس رمضان را روزه گرفته باشد و پس از آن شش روز را در شوال روزه بگیرد مانند روزه گرفتن تمام عمر است و پیامبر صلی الله علیه این گونه حدیث را در جای دیگر تفسیر کرد و فرمود که هر کس رمضان را روزه بگیرد مانند ده ماه سال است و روزه شش روز شوال مانند دو ماه پایانی سال است و همانا این شش روز نقصان و تقصیری که در روزه واجب می باشد را جبران می کند و در روز قیامت تقصیر و نقصان در عبادات فریزه با نافله و سنت جبران می شود همانطور که در حدیث آمده است و جایز است که از روز دوم ماه شوال شروع به روزه گرفتن شش روز ماه شوال انجام شود چرا که اول روز عید فطر حرام است در آن روزه گرفته شود و ممکن است در هر وقت از ماه شوال شش روز را روزه بگیرد ولیکن عجله کردن در کار خیر خوب است و اگر در ماه شوال شش روز را پشت سر هم یا با فاصله روزه بگیرد مشکلی نیست چرا که این امر ام امکان پذیر است و هر کس در ماه رمضان روزه قضا داشته باشد بهتر است که در شوال آن را بگیرد تا از خودش خارج کند چرا که نمیداند چه چیزی در آینده برایش پیش می آید و بهتر است که اول روزه قضا رمضان را در شوال بگیرد و سپس شروع به روزه شش روز شوال بکند تا حدیث بر او صدق کند ولی می شود که روزه غذا به 6 روز شوال را با یک نیت انجام دهیم چرا که روزه رمضان کامل نشده است در حالی که می توان روزه سه روز از ماه را ایام بیز را با شش روز شوال با هم گرفته شود و آن صحیح است و خوشی و می باشد که ازدواج در شوال انجام شود چرا که عایشه رضی الله عنها فرمودند پیامبر صلی الله علیه و با من در شوال خواستگاری و ازدواج کرد پس کدام از زنانش از من خوش تر است پس باید هر مؤمن در عبادات خود در رمضان و شوال و روزهای دیگر حریص باشد حسین بصری می فرماید. الله تعالی برای هیچ عملی از مؤمن سخی معین نکرد به جز مرگ